لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام و سلام و درود بر شما عزیز، شمایی که بار و بند رو جمع کردی، آمادگی میگیری که بری حج، و شمایی که هنوز این فرصت رو خداوند برات مهیا نکرده، اما عشقت، علاقت، شوقت رفتن به حجه. شما با نیتت حاجی هستی و شما با رفتنت حاجی. امید است که انشاءالله در این سلسله برنامه ها ما رو یاری کنید، همراهی کنید تا از حجمون لذت ببریم. حاجی از رفتن به حجش لذت ببره، منی که فرصت برام مهیا نشد از دور لذت ببرم، همراه باشم با حاجی. شما حاجی اگر قبل از اینی که برنامه ما کامل تماشا بکنی اینا رفتی به حج، حتما یادت باشه یه موبایل خوب همراه خودت داشته باشی، یه اینترنت داشته باشی، حتما این برنامه ها رو دنبال کنی. در اون ایامی که قبل از حج هست اینا رو دنبال کنی، تا لحظه به لحظه، گام به گامی که در مسیر حج هم حرکت میکنی احساس کنی، بفهمی که چی میگی، چی کار میکنی، از اون عبادتت لذت ببریم. عبادت حجی که ما شروعش کردیم با لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. خدایا بار الها، بله من شنیدم دعوتت رو، من اومدم به سوی تو، بار الها منو قبولم کن، بار الها من در مسیر حرکتم به سویت، بار الها من بنده اومدم پیش بزرگی تو، بار الها به خدای خدایت ایمان دارم، به وحدانیتت ایمان دارم، غیر از تو رو ندارم، غیر از تو رو قبولش ندارم. اومدیم تا یک مسیر رو با هم تجربه کنیم. مسیر حج در کمال دین ما رو در برای ما تجلی میکنه. مسیر حج میاد من رو منتقل میکنه، به من یه تجربه میده. ای بنده من، این دنیای گذرا در یک چشم به هم زدن میره. ای بنده من، تو میایی پیش من، چطور میایی؟ این مسیر حج رو نگاش کن. عبادت حج در واقع یک عبادتیه که من بنده رو آموزش میده برای یک سفر طولانی و سفر ابدی، سفر به سوی آخرت. وقتی میخوایم بریم به سوی حج چی کار میکنیم؟ از همه چیز دست میبریم، همه چیز رو پشت سرمون میگذاریم، مال و ثروتمون پشت سرمون، نه خونمون رو با خودمون میبریم، نه ماشینامون رو، نه دکانامون رو، نه باغامون رو، نه زمینامون. همه اهل و عیالمون رو میذاریم. شاید نتونیم همسرمون رو با خودمون ببریم، بچه‌هامون رو با خودمون ببریم، پدر و مادرمون رو ببریم، خواهر برادرامون رو ببریم، خیشامون رو ببریم، همشهریامون رو ببریم. اینا رو همه رو میذاریم. و توی بنده وقتی میمیری چی کار؟ میگن بنده، هر بنده ای 4 تا زن داره. یه زنی بهش خوب میرسه، براش لباس میخره، همه چیزو جواهرات براش میخره، فلان میخره. یه زنی دیگه است که چی؟ بهش میرسه و اهتمام داره، سرکشیش میکنه، فلان میکنه، از این حرفا. یک زن دیگه هست که برای مواظبش هست و نمیدونم همیشه بهش میرسه فلان. یکی دیگه هست که هیچ بهش نمیرسه. این مثال رو میذارن
میگن این طرف میخواست بمیره. اومد خانمایی که بهشون میرسید اینا گفت من دارم میمیرم با من میایید؟ همشون گفتن نه ما میریم پی کسی دیگه. کسی که گفت من بات میام چی بود؟ همون زنی بود که هیچ بیش نمیرسید. میگن آقا این مثال مثالی چی هست؟ مثال من بنده با دنیام. من بنده تو این دنیا چی دارم؟ جسمم رو دارم که بهش میرسم، به صحت و عافیت و ورزش و لباس و مال و ثروتم رو دارم که بهش میرسم و هی جمع آوری میکنم و مواظبت میکنم. اهل و عیالم رو دارم که میرم ازشون و احوال پرسی میکنم، باشون در فضاشون هستم، دوستا هستن، عزیزا هستن، کیف میکنم. و روحم رو دارم، نفسم رو دارم، آیا به روحم میرسم، به قلبم میرسم، پاکش میکنم یا نه؟ مصدر اعمال من اینه. وقتی میرم تو قبر نه مالم با من میاد، مالم که از اول منو رهام میکنه، اهل و عیالم تا سر قبر میان بر میگردن، دوستانم تا سر قبر میان بر میگردن، هیچی که از اینا برای من فایده نداره. اون چی که برام فایده منده چیه؟ کارم، عملم. حالا که میرم حج همین، ابتدای کار همینه، انگار که میرم به سوی خدا، میرم به آخرت. لباسم وقتی میرم به آخرت تو قبرم میذارن، یه لباس یه پارچه سفید منو میپیچونن میندازن تو یه سوراخی توی گودالی. الان که میرم حج یه لباسی به همین شکل میپوشم، اینه هو کفن، لباس احرام. لباس احرام که میپوشم یعنی چی؟ انگار که دارم میرم به چی؟ به سوی خدا. انگار که دارم میمیرم. در مرده رو میشورن، اینجا خودم رو میشورم، آمادگی میگیرم، میرم چی؟ میرم به یک دنیای دیگه، به یک مسیری دیگه. انگار که آموزش میگیرم، انگار که من دارم اینجا آموزش میبینم که خودم رو آماده کنم برای رفتن به سوی خدا. کفن پوشیدم. کفن پوشیدم که چی؟ یعنی هیچ منصبی ندارم، هیچ جایگاه و مقامی ندارم، همه ی ما با هم برابریم. من کی بودم؟ آقای فلانی با 100 تا القاب، حضرت آقای دکتر مهندس، نمیدونم رئیس، وزیر، رهبر، فلان، اعلان کرد خدا. تا مرد صدا میزنن آقا بیایید این جسد رو از اینجا ببرید. نامش رو نمیگن، منصبش رو نمیگن، میگن مرده، میگن جسد. الان من اومدم لباسم رو کندم، احرام پوشیدم، هیچ چیزی دیگه برام نمونده، هیچ رتبه های روشونم نیست که مردم بفهمن که من جنرالم، هیچ شکل و شمایلم به من نشون نمیده که من کیم، فقیر و پولدارش و ضعیفش و چوپونش و رهبرش و وزیرش و همه مثل هم شدیم و همه نزد خدا مثل هم، هممون نزد خدا مثل همیم. نه عرب را بر عجم برتریست، نه عجم را بر عرب، نه سیاه را بر سفید، نه سفید را بر سرخ، نه سرخ را بر آبی، نه ایچی. برتری به چیه؟ الا به تقوا. برتری مؤمن با تقواست. تقوا هم تو شکل و شمایل نیست. ان التقوا ها هنا، ان التقوا ها هنا. جای تقوا تو قلب، دلت مصدر تقوا. سوار شدم بر اون اتوبوسی که منو میبره به سوی میقات، یا میبره به سوی فرودگاه، یا اون هواپیما. یادم بیاد الله، یه روزی من روی تخت میذارن میبرن به سوی قبرستان. این سفر سفره، این سفر حج منو بیاد اون سفر آخرت بندازه. ای مؤمن یه بار حتما باید بری حج، از رکن دینت، براش پول جمع کن، آمادگی بگیر تا بری حج. ای مؤمن یه بار تجربه رو بگیر که تو میری به آخرت.
وقتی کسی میره به سفر ما چی میگیم؟ میگیم نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، ما تو رو میفرستیم تحویل خدا میدیم، خدایی که توی امانت ما پیش خدایی که خداوند امانت رو ضایع نمیکنه. اون چی میگه؟ نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم اعمالك، وقتی که ما خیشامون رو ودا کردیم اونا هم میگن که ما هم تو رو، دینت رو، امانت تو، عاقبتت رو میسپاریم به خدا. الان ما حرکت کردیم به سوی سفر، میگیم اللهم انت صاحب فی السفر والخلیفه فی الاهل والمال والولد، بار الها تو همراه مایی در این سفر، تو پشتیبان و نگهبان خانواده ها و خیشای ما هستی که پشت سر گذاشتیم. میریم به حج با این روح، روح انسانی که از همه جا کنده شده نداره مگر خدا، و کسی که خدا رو داره کفا بالله حسیبا، کفا بالله وکیلا، کسی که خدا رو داره چی کم داره. یاد میگیرم در این سفر که کسی رو در این دنیا ندارم مگر خدا. شعار این سفرم لبیک اللهم لبیک، خدایا من اومدم پیش تو، لبیک لا شریک لک لبیک، خدایا خدایا بار اله من به سوی تو در حرکتم، هیچ شریک تو را نیست، هیچ کسی غیر از تو رو قبول ندارم، منم که میگفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار اله تنها و تنها تو رو پرستش میکنم، بار اله تنها و تنها از تو مدد میخوام، از تو کمک میخوام، بار اله تنها تویی خدای من، الان اومدم این رو عملا به اجرا در بیارم، بگم خدایا بار اله هیچ کس رو ندارم مگر تو، خدایا بار اله توی خدای من لا شریک لک. در کل این مسیر حج، از میقات گرفته، از وقتی که من احرام بستم تا میام، در تمام این فضای حج یک شعار است، شعار لبیک اللهم لبیک، شعار ذکر و نیایش با خدا. بندگانن که با خدا رابطه برقرار کردن. در اینجا دیگه هیچ شعاری نیست مگر ذکر خدا، هیچ کس نیست، وجود همه منتفیست مگر وجود من بنده و رابطه من بنده با خدای یکتا. وصال حق، ندای حقیقت. اومدیم در مسیر حج قدم گذاشتیم، یا با احساسمون با حاجیان همراهیم، از گذر زمانه، از هزاران هزار سال صدای ابراهیم خلیل رو میشنیم. خداوند به ابراهیم میگه و اذن فی الناس بالحج، صدا بزن مردم رو، دعوت بده یا ابراهیم من برای حج. ابراهیم دعا میکنه آی مردم بیایید به سوی خانه خدا. ابراهیم خودش در فکره این صدای منو در این برهوت کی میخواد بشنوه؟ خدایا صدای من کجا میرسه؟ ای ابراهیم تو دادت رو بزن، اذان حج گفتن از تو، رساندنش از ما. با خداوند رسوندش در اون زمان همه شنیدند و رفتند، بعد از اون زمان همه میشنوند و میرند، و امروز من و شما هم شنیدیم. اونی که توانایی داشت رفت، میره، آمادگیشو گرفته، و اونی که توانایی نداره میگه لبیک ابراهیم من شنیدم، من میام، اما الان نمیتونم، دست و پام بسته است، مالش رو ندارم، توانش رو ندارم، این نظام های فاسدی که رو ما حکومت دارن نمیذارن، ابراهیم من میام. با این شوقم، با این نیتم، با حاجی همراهم. حاجی میگه لبیک اللهم لبیک، منم میگم لبیک اللهم لبیک، خدایا قبول دارم، چشم، میام،
اما توانشون رو ندارم. میریم به سوی حج. به سوی حج میریم یک تجربه رو با هم داشته باشیم، یه تجربه ای از رفتن به سوی خدا، یه سفر ملکوتی به سوی خدا. حالا که میرم به سوی خدا باید فرشتوار باشم. من دارم میرم به کجا؟ به جایی میرم که اونجا اثر قدم ابراهیم تا امروز هست، به جایی میرم که اثر قدم ابراهیم داره به من میگه ای مؤمن اومدی اینجا، اینجا همه هیچ جا پات رو نمیذاری مگر اینی که اونجا پیامبری پاش رو گذاشته، یا صالح و عبد نیکی از بندگان من، ولی از اولیای من، شاگردی از مکتب رسول خدا صلی الله علیه و سلم پاش رو گذاشته. توی مؤمن وقتی میری در مسیر حج حرکت میکنی، از میقات گرفته تا طواف، تا سعی، تا رفتنت به منا، تا رفتنت به مزدلفه، تا در عرفات بودنت، تا برگشتنت، هر جا که قدمت رو میذاری قدمت میفته مستقیم روی جای پای پیامبری یا ولی از اولیاء الله. یعنی چی؟ یعنی که داری بیعت میکنی، عهد و پیمان میبندی، عهد و پیمان میبندی با ابراهیم که ای ابراهیم موحد، ای ابراهیم بت شکن، من مثل تو خواهم بود، قسم میخورم، عهد میبندم با تو که برم بت ها رو بشکنم، بت هایی که تو قلب من هستند و همه رو میشکنم. ابراهیم من بت غرور رو میشکنم، من بت تکبر رو میشکنم، من خودخواهی رو میشکنم، من غیر از خدا رو نگاه کردن در خودم میشکنم، در قلب من هیچ طاغوتی جا نخواهد پیدا کرد، در قلب من هیچ نمرودی، هیچ فرعونی، هیچ ابو جهلی جا پیدا نخواهد کرد. ابراهیم من اومدم اینجا تا مثل توی ابراهیم باشم. ای موسی، ای موسی، ای کلیم الله، ای کسی که با خدا سخن گفتی، من اومدم اینجا، از اینجا برمیگردم کلیم الله خواهم بود، با قرآن با خودم در نمازم سخن میگم، خودم با من سخن میگه، خلیل الله خواهم بود، کلیم الله خواهم بود، مثل تو ایوب، مثل تو یوسف، مثل تو ای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواهم بود. پای من داره به من میگه که اینطوری حرکت خواهم کرد، از اینجا برگشتم نکنه که برم حج اونجا خیانت کنم به این مسیر، به این حرکت، به این عهد و پیمان. نه، وقتی میرم اونجا خانه خدا رو میبینم. الله، این خانه‌ای که خشتش رو ابراهیم و اسماعیل گذاشتند رو هم به امر الله. ابراهیم و اسماعیل اینجا خانه ساختند، من تو قلبم رو میسازم خانه خدا، قلبم رو میکنم جایی که در اون غیر از خدا نباشه، غیر از خدا تو قلبم کسی رو جا نمیدم، تو قلبم بت نمیسازم، غیر از خدا رو ندا نمیزنم. من دارم اینجا میگم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک، شکر خدا رو به جا میارم، لا شریک لک، وحدانیت خدا رو قسم میخورم که بر اون پای بند بشم. پس من اومدم به حج، اومدم اینجا، تصرفاتم باید تصرفات صالحان باشه، نکنه که در حج کسی رو اذیت کنم، نکنه که تن کسی رو در یک شلوغی کسی رو حل بدم،
نکنه که مزاحم کسی باشم، نکنه که برم پیش 4 آدم نفهم، برم چی گروهی درست کردم، یکی داد میذاره دعا میکنه، منم دنبالش دعا کنم. مگه من دارم خدای کر و کوری رو دعا میکنم؟ من دارم انکم تدعون سمیعا بصیرا، شما دارید خدای شنوای و بینا رو دارید عبادت میکنید، دعا میکنید. نکنه که پشت اون آخونده را بیفتم، دو هرچی میگه، هرچی غلط غلط میگه، منم بگم مزاحم مؤمنان باشم. مؤمنان اومدن برای عبادت، نه اومدن که من بیام دنبال آخونده را بیفتم، هر غلط غلطی که میگه منم تکرار کنم نفهمم چی میگم. اگه من این تصرفاتم تو حج، اینجایی که جای ملائکه شدن هست، جای صعود به سوی خداست، جای صالحان شدن هست، جای پالایش و آلایش شدن هست، اگه من اونجا دارم که افراد رو اذیت میکنم، بعد از عجی برمیگردم چی میشم؟ ما رفته اجدا برمیگردم. نکنه که این حماقت ها رو بکنیم، این کارهای بد رو بکنیم، کسی رو اذیت کنیم، کسی رو حال بدیم، صدامون رو کسی بلند کنیم، دعوا کنیم، یا از این حرکت های زشت بکنیم. بریم بدعت ها رو اونجا سبز کنیم. در اونجا شعاری نیست مگر لبیک اللهم لبیک، رابطه من و بنده، من بنده با الله متعال. نکنه که اونجا برم امام فلانی رو بخوام، پیر علانی رو دعا کنم، یا علی مدد بگم، یا نمیدونم پیر گیلانی بدادم برس بگم، رفتم خونه خدا شرم نکنم غیر خدا رو بخوام. رفتم اونجا پا میذارم رو پا قدم ابراهیم، میگم ای ابراهیم من رو راه تو قدم میزنم، اون وقت بشم نمرود، اون وقت بشم فرعون، و من اونجا هم که میخوام موسایی بشم. به خدا سوگند اگر رفتی به حج، اعلم و دهرت بودی، از همه دنیا عالمتر خودت، داناتر خودت، رفتی اونجا بر راه گام در گام محمد مصطفی نگذاشتی، قسمن بالله که ابو جهلی. فکر نکنید که ابو جهل اسمش ابو جهل بوده، اسمش بود ابوالحکم، پدر دانایی و دانش، اما چون راه مصطفی رو نگرفت اسمش شد ابو جهل. میخوای منم ابو جهل بشم در مسیر حج؟ اجازه ندم این اتفاق بیفته. چطور؟ اینی که خودم رو بسازم. این میدان میدان آزمایشی که من اونجا نشون بدم که در اخلاقم محمدیم، در رفتارم محمدی و ابراهیمیم، در سلوکم، در گفتارم، در عبادتم، هیچ کاری رو نمی کنم مگر اون چی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد. هممون عشقمونه که بریم کعبه رو بغلش بگیریم، بریم نمیدونم دیوارای کعبه رو بلیسیم، بوسشون بزنیم. اما چی؟ این کار رو پیامبر کرد؟ نه نکرد. پس من نمی کنم. خواسته من، اون شهوتی که در دل من هست، اون رو میذارم زیر پام. چرا؟ عاطفه داریم، محبت داریم، محبتم رو میذارم زیر پام وقتی که محبتم بر شیوه رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. اگر این کارو نکردم میشم چی؟ میشم